سلام، یکی از چیزهایی که به نظرم شاید جالب باشه راجبش حرف بزنیم و حتی صحبت کردیم راستش تو اون ویدیویی که با بچه های مختلف راجب گرایششون حرف زدن، و اون اینه که وقتی شما فیزیک رو شروع میکنید، دیدتون نسبت به فیزیک یه چیزه، همقدر که میایید جلو این دید عوض میشه، علاقتون عوض میشه گاهی از اوقات، و حتی اون تعریف که تو ذهنتون از فیزیک و انجام دادنش دارید عوض میشه. یعنی به خودی خود اون مفهوم علم به عنوان یک امر اجتماعی تو ذهنتون یک شکل و ساختار جدید پیدا میکنه و این صورتهای مختلفی داره. یعنی قبل از شروع پژوهش وقتی آدم داره درس یاد میگیره، مسئله حل میکنه و اون مسیری رو میره که همه آدم ها رفتن، یه درکی داره، و بعد که وارد دنیای پژوهش میشه، درکش از حل مسئله و درکش از دنیای ریسرچ شاید متفاوت میشه. واسه همین هر چقدر هم که آدم بخواد توضیح بده که آقا علم اول و وسط و آخرش خیلی فرق داره، آخرش منظورم اینه که تا دکترا تموم بشه، شما احتمالا نمیتونید اونو خوب حس کنید تا زمانی خودتون تجربهش کنید، و این جز اون چیزایی که مثل تجربه زیست است. آدم از هم تا کسبش نکنه درکش نمیکنه. این یه مسئله است، اصلا اون کارش هم نمیشه. یه چیز دیگه اینه که من مثلا وارد فیزیک شدم چون به سیستم های خاصی علاقه داشتم، و اون سیستم های خاص حوزه بود که فیزیک هسته ای بود. من فیزیک هسته‌ای خیلی دوست داشتم، به نظرم خیلی جای هیجان انگیزی بود، خصوصا که اون موقعی که من دبیرستان بودم جو انرژی هسته‌ای و اینا هم خیلی بود. بعد اومدم به عشق فیزیک هسته‌ای فیزیک بخونم، بعد از یه مدتی دیدم که من به کیهان‌شناسی انگار بیشتر علاقه دارم، و فکر می‌کردم که اون چیزی که باید برم دنبالش کیهان‌شناسیه. بعد شروع کردم سری این کورس‌های آنلاین رو دیدم، با آدم‌ها حرف زدن، بعد همینطوری کم 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 احساس کردم که مثلا فیزیک نظری خیلی هیجان انگیز، خصوصا ذرات و هسته ای و کیهان شناسی، اما انگار من یک سری چیزها رو جدیدن دارم باشون آشنا میشم و اینو برام خیلی هیجان انگیزه. مثلا اینکه جامدات رو آدم بتونه مدل کنه و پدیده های مربوط بهشون رو توصیف کنه خیلی برام چیز هیجان انگیزی بود. این که مثلا خاصیت رسانایی یه فلز رو از لحاظ این که رسانش گرمایی یا الکتریکی داشته باشه خیلی برام جالب بود. و بعد کم کم با اینکه یک سطحی رو رشد بدید و بعد کم کم فیزیک آماری بیایید جاهای مختلف اعمال کنید، این برام خیلی هیجان انگیز شد. جوری که آخرش رفتم گرایش فیزیک حالت جامد توی لیسانس، دو سه تا درس جامد خوندم، بعد برای فوق لیسانس رفتم سیستم های پیچیده خوندم، و الان که کارم نتورکه. یعنی اگر مسیر زندگی منو نگاه کنید میبینید که اگر روزی به میگفتن که تو میخوای فیزیک سیستم پیچیده بخونی، جواب این بوده که مثلا نمیدونم این چی هست، و چون نمیدونستم چیه قطعا اصلا توی گزینه هام نبود. خیلی از اوقات علمی شکلیه، وقتی شما وارد یک مسیری میشید کمی میرید، بعد یه چیزی رو پیدا میکنید، میچسبید بهش و میرید. یه موقع هم نه، میاید واردش میشید و کلن میبینید که اونجوری که دلتون میخواسته نیست و ازش خارج میشید. به نظرم این خیلی چیز مهمیه، اینی که شما دارید موقع انتخاب رشته ارشد به این چیزا فکر میکنید، حتی خب روی سخنم با آنهاییست که میخوان برن ادامه بدن دکترا بخونن، و بعدش اینکه شما فعلا چیا رو میدونید و چیا برای شما مثلا قابل انجام دادن یه مسئله است. اینی که یه دور نماییم بتونید پیدا کنید چیز دیگه ایه، چون ممکنه شما بعدش خسته بشید. برای همین خیلی مهمه که وقتی میخواید انتخاب گرایش کنید، برید با آدم هایی که توی این حوزه بودن چندین سال حرف بزنید، ببینید مثلا چقدر فرق هست بین اون مقدماتی که شما مثلا این اعتبار رو فیزیک حالت جامد یا به طور کلی ماده چگال خیلی میفته. خاطر اینکه ماده چگال خیلی دنیای بزرگی از فیزیک، میگن دو سوم از فیزیک دونای جامعه فیزیک دونای آمریکا فیزیک دونای ماده چگالی هست، یعنی از لحاظ تعدادی بیشترین
حوزه‌ای که توش داره کار میشه فیزیک ماده چگاله. برای همین اصلا شما ممکنه اون درسایی که اول کار برمیدارید در عمل خیلی فاصله داشته باشه با اون چیزی که توی دنیا داره اتفاق میفته. من آدمایی میشناسم که اینا مثلا چه میدونم کوانتوم یک و دو به زور پاس کردن، بعد رفتن یه جاهایی توی اپتیک خیلی خوب درخشیدن، چون اون اپتیک کلاسیک بوده، تجربی بوده و اصلا آدم فهمیده که آدم نظری نبوده، آدم محاسبه نبوده، ولی خب مثلا میتونست توی آزمایشگاه خوب کار کنه. اوکی، برای همین این ورش هست. از اون ورش هم آدم هایی دیدم که خیلی خوب بودن، خیلی شاگرد اول بودن، خیلی 19 و 20 گرفتن توی دوره لیسانس، فوق لیسانس خیلی مسئله حل کردن، آدم همیشه به اینا قبطه خورده، ولی الان آدم میبینه که انگار یک جوری دست و پا میزنه. علم یه مسیر خیلی طولانیه و پارامترهاش هم زیاده و به نظرم بعضی ها علمو اگر بخوایم یه مثال خوب براش بزنیم، فوتبال رو در نظر بگیرید. یه فوتبالیست کارهای مختلف میکنه توی زمین، یه سری تمرینات هم داره بیرون زمین مثل بدنسازی و اینها. و یه موقع بعد شما یه پسر همسایه دارید، این میاد بیرون نمیدونم 1000 تا روپایی میزنه، حتی این رکورد دنیا هم میشکنه، اصلا بیشتر روپایی دنیا میزنه، چشم بسته روپایی میزنه، 1000 رو جانگولر میزنه. اما این آدم با مسی فرق داره، نه با رونالدو فرق داره. چرا؟ چون رونالدو فقط قرار نیست روپایی بزنه، قراره که اون توی زمین وسط اون همه هیجان نه تنها یک عمل کرده سریع چه میدونم سرعتی فلان از خودش نشون بده، بلکه باید یه عالم پارامتر رو با هم مدیریت کنه و بتونه یه مسیری رو پیدا کنه برای اون هدفی که توی فوتبال هست. برای همه اصلا شاید اصلا نیاز نباشه توی یه مسابقه روپایی بزنه. این جز اون مهارت های دوربر، خیلی از چیزهایی که شما توی لیسانس یاد میگیرید جدا جدا مثل همینه، مثل روپایی زدنه، مثل اون تمرین های بدن سازیه. درسته که اصلا شما تمرین بدنسازی توی زمین نمیبینید، این اون طرف قصه است، اما اثرش رو میبینید. وقتی من میگم مثلا اگر درس الکترودینامیک دارید توی ارشد پاس میکنید اینقدر قور نزنید که سخته اینها، این مثل همون تمرینای بدنسازی که ممکنه شما بگید هیچ ربطی به فوتبال نداره، ولی خب اثرش رو میبینید. از اون طرف هم یه سری تمرینای هست، چیزای خاصی هست که اگر یه نفر خیلی خوب توش باشه شاید در عمل توی ریسرچ نتونه کاری کنه. مثلا ما اون موقعی که فیزیک میخوندیم مثل استاد قدیمی متعصب داشتیم، خیلی آدم با سواده بودن خدایش، اینا اینجوری بودن که کلن برو انتگرال بگیر، برو اینا حل کن، بعد کل عمرشون فقط نشستن انتگرال گرفتن، بعد یه انتگرال عجیب غریبی، محاسبات عجیب غریبی بلدن انجام بدن، یه چیزی رو توی ان بود میتونن حل کنن. این تا یه جایش خوبه، اما که دیگه کل عمرشون شدن اون پسری که داره روپایی میزنه، بعد به هر کی هم میگه که بابا بیا بریم لیگ برتر مسابقه بدیم، میگه نه تو هنوز روپاییات 1001ه، بعد بشه 1003 تا که بدونم از من و فلانی بیشتر میزنه بعد وارد ریسرچ بشه. اینها هم چیز مهمی. برای همین گاهی از اوقات چون اون مقدمات و اون مسیری که طی میکنه تا به یه چیزی برسه چندان شبیه به اون نیست. یه بار گفتم من تلز درس کوانتوم مکانیک و نسبیت اینا پاس کردم، ولی کاری که امروز من میکنم نه کوانتومیه نه نسبیتی. حتی من مدت هاست که یه تاب پارش رو حساب نکردم بخاطر اینکه مدل کارم یه چیز دیگه است. اما اگر یکی بهم بگه آیا همه اون چیزایی که خوندی بی ربط بوده، میگم نه. مثلا یه مقدار زیادی جبر خطی و یه مقدار زیادی ریاضی و ایده یاد گرفتم به خاطر انجام دادن کوانتوم مکانیک، یا عالم تنسور منسور یاد گرفتم به خاطر نسبیت، یا اصلا یه چیزایی تو ذهنم احتمالاً سیم بندی های عوض شده که به خاطر فیزیک خوندن بود. خلاصه که مراقب این چیزها باشید و به نظرم تنها راه فهمیدن این چیزها اینه که با آدم های زیادی حرف بزنید، آدم های درست حسابی با تجربه و منصف. منصف بودن خیلی خوبه. آدم های روزا خیلی خستن، برای همون قضاوت هاشون پر از کینه و رنج و این چیزهای. حواستون باشه که اینا رو فیلتر آوت کنید. خوب باشید.